با جو بایدن و خانواده‌اش بیشتر آشنا شوید. جو بایدن زندگی پرنشیب و فرازی را پشت سر گذاشته که بر حیات سیاسی او بی تأثیر نبود است. این گزارش با معرفی خانواده بایدن ها به ویژگی های شخصی جو بایدن می پردازد که قرار است سکان رهبری قدرت در آمریکا را در دست گیرد. ازدواج، فرزندان و خانواده. شاید هیچ کشوری را نتوان یافت که به اندازه ایالات متحده آمریکا به این ارزش های سنتی در حوزه سیاست اهمیت دهد. در این کشور سیاستمداران را با این معیارها می سنجند و امر خصوصی همواره یک امر سیاسی است. هم حزب دموکرات آمریکا به این امر واقف است و هم کاندیدای ریاست جمهوری این حزب. جو بایدن که در انتخابات 2020 در برابر رقیبی سرسخت چون دونالد ترامپ پیروزی خود را به کرسی نشاند، اما علاوه بر اینها باید گفت که بایدن 77 ساله واقعا هم یک خانواده دوست تمام عیار است. به هنگام برگزاری کنگره دیجیتال حزب دموکرات برای اعلام کاندیداتوری او در ماه آگوست، همسرش جیل و فرزندان و نواسه های او نقش شاخص داشتند. در این کنگره جیل سخنرانی مهمی ایراد کرد. فرزندانش هانتر و اشلی پدرشان را با نشان دادن کلیپ هایی از پیش آماده معرفی کردند و 5 نواسه او پس از ادای سوگند وفاداری به پرچم ایالات متحده درباره پدر بزرگشان که او را پاپ خطاب می کنند، هر یک از نگاه خود تعریف هایی کردند. تأثیر گذشته دردناک بر زندگی سیاسی بایدن. دموکرات ها از همان آغاز کاندیدای خود را شخصیتی ضد ترامپ معرفی کردند. فردی با احساس همدردی برای دیگران، با منشأ انسانی و متواضع. این ویژگی ها البته بی ارتباط با داستان زندگی بایدن نیست. روزگار این سیاستمدار 77 ساله با ضربه های سخت و دردناک توأم بوده که هر یک از آنها برای تاثیرگذاری تعیین کننده بر یک انسان کافی است. در 18 دسامبر 1972 بود که به بایدن 30 ساله در تماس تلفنی خبر دادند که همسرش نیلا به همراه 3 فرزندش دچار سانحه رانندگی شده است. در این تصادف همسر و دختر 13 ماهش جان باختند و 2 پسر بو و هانتر با جراحت شدید در بیمارستان بستری شدند. در تاریخ سیاسی آمریکا به ثبت رسیده که بایدن 30 ساله که تازه سناتور شده بود، مراسم سوگند خود را در کنار بستر فرزندانش در بیمارستان ادا کرد. بایدن سالیان دراز میان 2 ایالت دلائور و واشنگتن در رفت آمد بود تا از رسیدگی به 2 پسر خود غافل نماند. بیراه نیست که اگر بایدن 77 ساله امروز بگوید که او در زندگی سیاسی خود در واشنگتن هرگز تماس خود با آمریکای واقعی را قطع نکرد. سال 1977 بایدن بار دیگر ازدواج کرد. با جیل که معلم بود و دختری که حاصل این پیوند شد، اشلی. هیچ کشوری به اندازه ایالات متحده آمریکا از پاندمی کرونا آسیب ندیده و از شمار بالای مرگ و میر کرونایی در رنج نبوده است و جو بایدن می داند که از دست دادن نزدیکانی که دوستشان داریم به چه معناست. در پیامش می گوید می تواند به آمریکایی ها تسکین دهد، آنها را با یکدیگر آشتی دهد و مسیر تازه ای را به آنها بنمایاند. آنگونه که همسرش در عبارتی بیان کرد، یک گام پس از دیگری به جلو برداشتن و ادامه دادن آن. خانواده جو بایدن، جیل بایدن. هر کس با جیل بایدن آشنا می شود از خونگرمی او می گوید. از شوخ طبعی و از علاقه و توجهی که نسبت به مخاطب خود نشان می دهد. دکتر بایدن یک متخصص علوم تربیتی پرشور است که حتی زمانی که همسرش معاون رئیس جمهوری بارک اوباما بود، دست از حرفه خود نکشید. جیل سال 1977 ازدواج کرد. من به گونه ای مادر شدم که هیچ وقت انتظارش را نداشتم. او این سخنان را در سخنرانی تحسین برانگیز خود در کنگره حزب دموکرات به مناسبت کاندیداتوری جو بایدن ایراد کرد. من عاشق یک مرد و 2 پسری شدم که در برابر آواری از یک فقدان باور نکردنی ایستاده بودند. 26 ساله بود که در برابر این پرسش قرار گرفت. چگونه می توان به خانواده فروپاشیده التیام بخشید؟ این پرسش به او کمک کرد بو و هانتر را بزرگ کند و سپس در سال 1981 دخترش اشلی را به دنیا آورد. جیل برای پسران جو تبدیل شد به مام، مادر. در این تصادف همسر و دختر 13 ماهش جان باختند و 2 پسرش بو و هانتر با جراحت شدید در بیمارستان بستری شدند. در حالی که جو بایدن در مقام سناتور مدام میان ولیمینگتون در ایالت دلاور و واشنگتن در آمد و شد بود، جیل پیشرفت حرفه‌ای معلمی را پی گرفت که حاصل آن 2 مدرک کارشناسی ارشد و سپس درجه دکترا در رشته علوم تربیتی بود.
پس از 8 سال همسر معاون رئیس جمهوری بودن، جیل امروز یک رزمنده کارزار انتخاباتی حرفه‌ای و همسر یک سیاستمدار است که تنها مهم نیست به عنوان همسری در کنار او دیده شود. در خاطرات خود می نویسد: معلم بودن آن چیزی نیست که انجام می دهم، بلکه چیزی است که هستم. یک چیز را می توان مطمئن بود. جیل بایدن تصور دقیقی دارد از اینکه اگر بانوی اول آمریکا شود می خواهد چه کار کند. امر آموزش مسئله اصلی اوست و موضوع خانواده سربازان نیز که جایی در قلب او دارند و البته مبارزه با سرطان که یک بیماری عمومی در آمریکاست. مبارزه با سرطان به خصوص از زمان جایگاه مهمی برای او یافت که پسرشان بو در سال 2015 بر اثر سرطان مغزی جان سپرد و جیل هنوز متاثر از آن است. بو بایدن از 1969 الی 2015. جوزف رابنت بو بایدن در خانواده بایدن ها جایگاه پر اهمیتی دارد. او 5 سال پیش در 46 سالگی بر اثر یک سرطان بدخیم مغزی درگذشت. اما بایدن ها همواره یاد او را زنده نگه داشتند. در کنگره حزبی ماه آگست در یکی از کلیپ ها میشد بو را دید که چگونه در کنگره حزبی 2012 مجری برنامه پدرش بوده است. خواهر و برادرانش گفتند بو دیگر نزدیک ما نیست، ما اما او را در قلب خود جای دادیم. بو بایدن در 2006 به مقام دادستان کل ایالت دلاور رسید و در سال 2008 در جنگ عراق خدمت کرد. مرگ زودرس بو ضربه سنگین به والدین او وارد کرد. جو بایدن بعدها در یک مصاحبه گفت: خانواده من به کل نابود شد و من نابود شدم. او آن زمان تصمیم گرفت از نامزدی ریاست جمهوری 2016 دوری گزیند، زیرا آمادگی روحی لازم را در خود نمی‌دید. با همسرش هلی و دو فرزندش ناتالی و هانتر را تنها گذاشت. باراک اوباما در مراسم سوگواری بو بایدن گفت: او در طول 46 سال به چیزهایی دست یافت که برخی از ما در 146 سال هم نمیتوانیم به آن دست یابیم. اوباما افزود: برخی انسانها هرگز پی نخواهند برد که زندگیشان به خاطر بو بایدن بهتر شده است. اما مثلا این نیست، شهرت برای بو هرگز دلیل آن نبود که خود را در خدمت منافع عموم بگذارد. هانتر بایدن. هانتر الگوی یک فرد دردسر آفرین برای خانواده بوده است. او فرزندی است که پدرش همواره مجبور به توجیه و توزیع اعمالش بوده است. اما هانتر خطاهای خود را میپذیرد. به طور مثال به طور علنی اعلام کرد که مدت مدیدی درگیر مسئله اعتیاد بوده و بارها در کلینیک ترک اعتیاد بستری بوده است. او سال گذشته در گفتگویی با شبکه IBC نیوز گفت: مانند هر کس دیگری که میشناسم، من بارها سقوط کردم و بار دیگر بر روی پای خود ایستادم. من هم کارهای ارزشمندی انجام دادم و هم کارهایی که از آن پشیمانم. یکی از خطاهای هانتر پیامد سخت سیاسی در بر داشت. زمانی که شغلی را در شورای اداری کنگرس گاز اوکراینی بوریسیما منتقل شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کمک‌های نظامی ایالات متحده به اوکراین را مشروط کرد به اینکه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین تحقیقاتی در مورد معاملات هانتر بایدن به جریان بیاندازد. پیامدهای آن روشن است. ترامپ در این باره مورد استیضاح قرار گرفت و از روند برکناری از مقام ریاست جمهوری جان سالم به در برد، زیرا حزب ترامپ در سنای آمریکا برای ریاست جمهوری سینه سپر کرد. اما کل این مسئله برای جو بایدن چندان خوشایند نبود. مخالفان او معاون رئیس جمهوری پیشین را متهم به فساد اقتصادی و زد و بند خانوادگی کردند. زندگی خصوصی هانتر نیز دستخوش نشیب و فراز شد. در سال 2015 از همسرش کتلین که مادر سه دختر به نامهای ناومی، فینگن و میزی بود جدا شد. در سال 2016 خانواده بایدن ها علنی کردند که هانتر با هلی بیوه برادرش بو زندگی مشترکی دارند. آنچه این خبر در پی داشت به راه افتادن کارزار زشت در برابر افکار عمومی درباره جدایی هانتر از همسرش کتلین بود. در آن زمان جو و جیل به حمایت از هانتر برخاستند و بیانیه‌ای در این رابطه انتشار دادند. ما خوشنودیم از اینکه هانتر و هلی یکدیگر را یافتند و به زندگی خود پس از یک دور از سوگواری عمیق تداوم بخشیدند. آنها حمایت ما را دارند و ما برای آنها خوشحال هستیم. هنوز مشخص نیست که هانتر و هلی چه زمان از یکدیگر جدا شدند. امروز هانتر همسری جدید در کنار خود دارد. او سال گذشته با ملیسا کوهن از آفریقای جنوبی 6 روز پس از آشناییشان ازدواج کرد. جو بایدن از عروسش قدردانی کرد به این خاطر که به پسرش این توان را داده که بار دیگر عشق بورزد. در اوایل سال جاری ملیسا پسری به دنیا آورد. هانتر امروز به نقاشی روی آورده است. او به نیویورک تایمز در اوایل سال جاری گفت: هنر من را سالم نگه می‌دارد.
در طول سالها جرأت نمی کردم خود را یک هنرمند بدانم. امروز اما چنین حسی دارم. ناظران سیاسی از خود می پرسند هانتر چه نقشی در کارزار انتخاباتی بایدن خواهد داشت؟ آیا او همچنان باری بر شانه های پدر خواهد بود؟ او در کنگره دیجیتال حزب دموکرات به همراه خواهرش با نمایش کلیپ هایی که ساخته بودند تصویری از جو بایدن به عنوان یک انسان ارائه دادند. اشلی بایدن درباره جوانترین دختر بایدن ها اطلاع زیادی در دست نیست. اشلی ترجیح می دهد در پشت صحنه بماند. او 38 ساله و متأهل است. در یک سازمان غیر انتفاعی کار می کند و در این فاصله خود یک شرکت تأسیس کرده که صنعت مد پایدار را با کار غیر انتفاعی پیوند می دهد. اگرچه اشلی از حضور در صحنه علنی دوری می کند، اما پیش از محدودیت های کرونایی در یک مراسم کارزار انتخاباتی بایدن دیده شده است. او در کنگره دیجیتالی حزب دموکرات به هنگام نامزدی پدرش درباره او گفت: او به تو حقیقت را خواهد گفت، حتی اگر نخواهی آن را بشنوی. او با هر کس رفتاری محترمانه دارد، هر کس که می خواهد باشد. نوه های بایدن، جو و جیل، پدر و مادر بزرگ پرشوری هستند. 5 نوه بزرگ جو بایدن، نائومی، فینیگان، میزی، ناتالی و هانر همگی در کنگره حزبی نقش خاص داشتند. آنها در آغاز این کنگره 4 روزه نخست سوگند وفاداری به پرچم ملی را یاد کردند. سپس در 2 ویدیو به توصیف والدین بزرگ خود پرداختند. میگویند مادر بزرگشان جیل اصلا آدم عادی نیست. او خیلی دوست دارد آدمها را دست بیندازد. اگر به هنگام ورزش 2 یک مار مرده پیدا کند با خود به خانه میآورد تا کسی را به وحشت بیندازد. میگویند پدر بزرگشان جو که او را پاپ صدا میزنند هر روز تلفنی با بچه ها صحبت میکند. او آیس کریم خیلی دوست دارد و گاه پنهانی از فریزر کش میرود. مبادا مادر بزرگ او را ببیند. پیش از آن که جو بایدن برای کاندیداتوری خود تصمیم بگیرد، نظر نوه‌هایش را خواسته بود. به او گفتیم زود باش خودت را نامزد کن.